خوشحالم که با ما همراه هستید. بعد از در واقع مباحث آغازین دورمون میخواییم یک مقدمه ای رو، مفاهیم مقدماتی رو با هم دیگه مرور بکنیم، یک کم ذهنمون رو همراستا بکنیم برای اینکه وارد مباحث اصلی دوره بشیم. ما وقتی داریم در مورد مدیریت حسابداری و مدیریت مالی پروژه ها صحبت میکنیم، با سه تا مفهوم درآمد، هزینه و کشفلو خیلی سر و کار داریم. تأکید میکنم این سه مفهوم رو ما از منظر تیم مدیریت پروژه باهاش سر و کار داریم، نه از منظر مالی، نه از منظر حسابداری و نه از منظر اقتصادی. تو کانتکست، فضا و زمینه و بستر اقتصادی، مالی و حسابداری این مفاهیم یا این واژگان ممکنه معانی و مفاهیم دیگر، گسترده تر یا کاملا متفاوت تری رو داشته باشن. ما داریم در مورد اون ادبیاتی صحبت میکنیم که در سازمانهای پروژه محورمون که پروژه های زیربنایی رو اجرا میکنن از منظر یک تیم مدیریت پروژه وجود دارد. روی این تأکید میکنم چون نه دانش این رو دارم که در بقیه حوزه ها صحبت بکنم و نه اساسا قصد و نیت این رو دارم که در مورد حوزه های دیگر صحبت بکنم. پس میخوام خیلی مشخص و متمرکز فقط تو حوزه مدیریت پروژه روی این مفاهیم با هم دیگه صحبت بکنم. ما وقتی میگیم هزینه کردیم، داریم در مورد ارزش معادل ریالی منابعی صحبت میکنیم که مصرف کردیم. وقتی داریم در مورد درآمد کسب کردن صحبت میکنیم، در واقع داریم در مورد ارزش معادل ریالی منابعی که خودمون یا سازمانمون به دست آورده صحبت میکنیم. این منابع میتونه پولی باشه، میتونه منابع غیر پولی باشه. و وقتی داریم در مورد کشفلو صحبت میکنیم، در مورد جابجایی پول صحبت میکنیم، پولی که وارد حساب یا سازمان ما، وارد جیب ما شده یا از حساب و سازمان و جیب ما چی شده خارج شده. یکم مفاهیم ممکنه بعید و دور از ذهن برای شما باشه، خیلی نگران نشید، دو تا ویدیو، سه تا ویدیو جلوتر خیلی عمیق با مثال و نمونه در مورد این سه واژه صحبت میکنیم. فقط بدونید که قرار هستش مفصلا در مورد این سه واژه صحبت بکنیم. سه واژه‌ای که تو استانداردهای مدیریت پروژه معمولا روی در واقع واژه هزینه در کنار منابع بیشتر تاکید می‌شود و معمولا تمام تلاش ما با توجه به پیچیدگی که هزینه داره این هستش که هزینه رو مدل کنیم و مدیریت کنیم، ارتباطش رو با منابع ببینیم. مدل سازی درآمد و جریان پول نقد در وهله دوم کار ساده تری خواهد بود. به خاطر همینم مباحث دوره تمرکزش رو مدیریت هزینه است، اما توی مثال هامون و تو مدل سازی که در اون پروژه نمونه با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد، یه در واقع نگاه جدی به بحث درآمد مدل کردنش، فصل مشترکش با هزینه، مدل کردن نقدینگی و فصل مشترکی که میتواند یا ارتباطی که میتواند با هزینه و درآمد داشته باشد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. این رو هم به ذهنمون بسپاریم که در چه مسیری قراره با هم دیگه صحبت بکنیم. من فرایندها رو سعی کردم تا حد امکان نزدیک و با آریه گرفتن یا الگو گرفتن از استاندارد پی ام باک ویرایش 6 شکل بدم. به خاطر همینم در واقع یه سری از فرایندهای مدیریت زمان، مدیریت محدوده، مدیریت هزینه و مدیریت منابع پروژه رو میشه گفت با هم دیگه کامباین کردم، یک فرایند ششگامی رو به شما معرفی خواهم کرد. اما همونطور که قبلا هم عرض کردم، آنچه که به شما ارائه می شود مستقل از استاندارد، مستقل از ویرایش استاندارده و صرفا برای سهولت انتقال مفاهیم، من تا جایی که شده از اون استانداردها استفاده کردم، مفاهیم و فرایندها رو از اونها به آریه گرفتم و به طور طبیعی مطالب متفاوتی، مطالب تکمیلی یا مطالب مکملی رو هم اومدم چیکار کردم، اضافه کردم در واقع به اون مفاهیم. قرار هستش تو بحث در واقع مقدممون
ما علاوه بر این که مفاهیم پایه‌ای که باهاش زیاد سر و کار داریم رو میشناسیم، یه نیم نگاهی هم به بحث پویایی و جایگاه هزینه تو سازمان و پروژمون داشته باشیم. جایی که ریشه های هزینه تو سازمان و پروژمون در واقع چیه؟ گسترش پیدا کرده. تو ویدیو بعدی در مورد این مفاهیم هم با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم در ادامه بحث هم با ما همراه باشید.